با سلام، من به همه عزیزان حاضر در مرکز اسلامی نور شیکاگو و اعضای انجمن مسلمانان شیعی دانشگاه نورثوستن هم سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. هم ایام 10 روز اول محرم و خدمت عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و هم در گذشت دوست عزیز جمعمون آقای امین دوستفت رو به همه عزیزان تسلیت میگم. ولی قبل از اون من یک با آیه زیر شروع میکنم برای تبرک. قل انما اعظکم به واحدت ان تقوموا لله مثنا و فرادا، بگو شما را به یک چیز اندرز میدهم، دو دو و یک یک برای خدا قیام کنید. این در واقع دستور عملیه که شاید ما در همین آمریکای شمالی در نظر بگیریم، یعنی هر کسی هر کاری برای اطراف خودش برای خداوند میتونه در راه خداوند میتونه انجام بده، حالا چه فردی. وقتی دو نفره شد یعنی کار گروهی دیگه، دو دیگه به بالا میشه کار گروهی. دقیقا هم فعالیتی که عزیزان در مرکز نور دارن و یا اسمه دانشگاه نورثوستن از مصادیق همین به نظر من قیام در راه خداوند. خب مصداق اعلاش قیام امام حسین علیه السلام بود. من واقعا تسلیت میگم به عزیزان مرکز نور و همچنین اسمه در گذشت آقای محمد رضا امیری صفت رو. ایشون میدونین که همینچون که مثلا در دیده میشه که فعال بودن در هر دو مرکز، هر دو گروه و همه به نیکی از ایشون یاد میکنن. این عکس مال پارساله که دوستان در محرم پارسال با ایشون عکس داشتن در وسط و این یادآوره که ما واقعا نمیدونیم که سال دیگه کجا هستیم. و یکی از عزیزان فعال در شیکاگو آقای محقق این توصیف رو در مورد آقای امیری صفت کردن، گفتن که برادری بسیار عزیز و من بهشون یه پیامی داده بودم تصدیق گفتم ایشون در مقابل بود کردن نوشتن بله برادری بسیار عزیز و دلسوزی را دست دادیم، فقدان و خسران بزرگی، سیمایش بی اختیار آدم را یاد خدا میانداخت و حضورش باعث تسکین و آرامش اطمینان بود. صد افسوس که رفت. خیلی خوبه که حالا حداقل جایشون خیلی خالیه. من به خانواده‌شون تسلیت میگم، ولی باز واقعا از برکتی که فردی که از این دنیا میره با چنین صفاتی توصیف بشه. بنابراین از حضور محترم درخواست میکنم که یک حمد سوره ای به جهت شادی روح ایشون قرائت کنم. صلواتی هم قبلش خط صلی علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه عزیزان بحث رو شروع میکنم. من خوشحالم که یک باری در خدمت عزیزان اسمی دانشگاه نورثوستن هستم. این صحبت امشب من جزء مجموع صحبت هایی که در این 11 شب قرار برگزار بشه. همونچه که آقای در گفتن عنوانش دیدگاه های اهل سنت نسبت به یزید ابن معاویه هستش. خب یه سوال اول مطرح میشه، چرا دیدگاه اهل سنت نسبت به یزید؟ و در واقع شاید سوال باشه که چرا خب دیدگاه اهل سنت نسبت به امام حسین رو مطرح نکنیم. دیدگاه اهل سنت امام حسین به مرور زمان یک دست شده، البته نوانسایی داره. این که خب همه اهل سنت، یعنی شاید در سالهای اول اینجور نبود، طبیعی ما داریم هم ناصری ها وجود داشتن یا عثمانی ها وجود داشتن، قطعا نسبت به اهل بیت دیدگاه خوبی نداشتن. ولی بعد از که احمد حنبل حوالی اوایل قرن سوم هجری تقریبا اهل سنتی که ما میدونیم به دست احمد حنبل تأسیس شد، از رکنهای اون حب اهل بیت دیدگاه مثبت به امام حسین علیه السلام داشتن، علاقه داشتن امام حسین علیه السلام. برای من تقریبا هیچ عالم اهل سنتی رو پیدا نمی کنید که نظر مثبت یا حبی به در حال حاضر حداقل به امام حسین علیه السلام نداشته باشه. یه تک و توک افرادی هست الان میبینیم مثل خود ابن تیمیه که امروز خواهیم دید، بعضا ممکنه منقد قیام امام حسین باشن، ولی خب باز همگی میگن کشتن امام حسین علیه السلام گناه بوده، ظلم بوده، هیچ کسی تایید نمیکنه اونو. ولی خب میبینید که اونقدر هم شاید توجه نمیکنن. همین الان یکی از عالمای برجسته همین چند روز پیش توی آمریکا، آقای سلیمان که رئیس اون یقین اینستیتیوت هست که مؤسسه مهمیه، نوعا به اخوان المسلمین نزدیکن و قطری ها یه پیامی در مورد محرم داده بود، ولی بدون هیچ ذکری از مسئله عاشورا، در حالی که میدونه، من خودم سخنش رو شنیدم، اطلاع داره. و خب خیلی ها
اعتراض کرده بودن که آن شما که حالا پیام دادی هیچ ذکری از واقعه روز دهم محرم نکرد. دیدگاه اهل سنت به یزید متفاوت تره و یه طیفی داره. ما تقریبا 5 تا دیدگاه رو حالا میخوایم تحقیق کنیم، ولی اونجا شاید یه تفاوت بیشتری بشه دید و اونجا یک دستی حاصل نشده و این از یک جهت جالب مشخص تره. بعضی هم دوستان دیدن وقتی به مساجد اهل سنت میرن، خصوصا که اواخر سلفی ها و وهابی ها زیاد شدن، افرادی هستن که به نوعی توجیهگر اقدامات یزید هستن، از شدت اون میکاهن دارن. هر حال اونم طیفی داره. حتی مثلا آقای تیجانی میگفت که تیجانی سوام که اهل سنت بودن به تشیع شیعه شدن، گفت سالها پیش در شبه قاره هند رفته بودن و دیدن حتی در مسجد افرادی دارن یه یعنی نوع صلوات میفرستن برای یزید، بعد ایشون متوجه شدن که این جنبش خوب نیست، اصلا اومدن بیرون. یعنی البته خب بیشتر افراد عوام و نادان هستن، یعنی صلوات که یعنی درودی، یه بلسینگی. بنابراین این شاید دلیلیه که حالا ما به این موضوع میپردازیم. من اتفاقا کاری که کردم این یه نکته دیگه هم داره، من سعی میکنم ابجکتیو باشم و توصیفات من بیشتر بر مبنای یعنی حداقل قسمت های اولیش از صحبت های که آقای دکتر یاسر قاضی که از سخنان برجسته اهل سنت در آمریکا هستن و در مقامی تگزاس هستن، الان اون دقیقا یادم نیست، انجام داده بودن محرم پارسال، درست بعد از ده محرم این سخنرانی کردم و به همین موضوع پرداختم، به طیف نظرات اهل سنت. و به نظر من این به یه نوعی هم سخنرانی کمک میکنه، یعنی من قصدم اینه که حالا به قرضی که بدیم اونها چه نظری دارن، در صحبت ها یا بحث ها با اهل سنت گلوگاه ها رو ببینیم، منظر نظرشون رو ببینیم. اینجا شما خود یعنی من اینجا فقط توصیف نمی میکنم و قرار نیست بگم درسته یا غلطه چون فرصت نیست و خب مسلما که با خیلی دیدگاه ها ما همراه نیستیم و استدلال های زیادی میشه آورد، ولی تو اینه که چگونه فکر میکنن، چگونه میبینن و چرا بعضا اینجوری میاندیشن، چرا برشون اینجوری تصویر شده. بنابراین این یه نکته است که میخوام در ذهن داشته باشین. من جاهای خودم خب از جاهای دیگه استفاده کردم، این اختلاف نظر دارم، مثلا در این گروه بندی با آقای قاضی سعی کردم زیاد تغییر ندم، در اون چارچوب بمونم. ایشون هم مثل طبیعتا مثل هر منتقدی وقتی که ارائه میکنه در مسجد، این سخن مسجد عمومی بوده، شاید نماز جمعه هم بوده، سعی میکنه یه خود قضیه رو سموت کنه. باز هم من اون به هر حال بحث سخنشون باز مفید بود، ایشون باز هم دنبال یک نوع کم کردن تنش های فرقه‌ای هستش و حالا بنابراین این شاید منبع اصلی. منبع دومی هم است که حالا از نوشته ای که مقاله در ایرانی، منبع سوم است که آخر سر حالا بهتون نشون میدم. از اینجا شروع کنیم که خب این یزید کی بود؟ یزید خب فرزند معاویه استش، همسرش میسون بنت بهدل از قبیله بنی کلب بود. قبیله بنی کلب قبیله مسیحی بود که از خیلی قدیم ها، درسته که یمنی الاصل بودن، ولی قبل از آغاز فتوحات اسلامی در نواحی جنوب سوریه زندگی می کردن. بعد از این که به خاطر طاعونی در همون سالهای اول فتوحات، 5/6 سپاه اسلامی در سوریه از بین رفت و وضعیت فرق کرد و معاویه هم تحت تاثیر اون به قدرت رسید، اتکای معاویه بر این قبیله بنی کلب بود. در تمامی جنگ ها با حضرت علی علیه السلام اینا ستون اصلی سپاه معاویه‌اند و به هر حال در دوران بعد هم از بنی امیه حمایت میکنن. اون داستان طولانی قبلا از صحبتمون پرداختیم. متأخر خب پس معاویه یه وصلتی برقرار میکنه و با دختر یک برادر، دختر یک رؤسا و برادر رئیس، خواهر رئیس بعدی اون قبیله ازدواج میکنه و یزید، اینا قبیله مسیحی هستن، میسون هم که مادر یزید مسیحیه، یزید متولد 26 هجری در شام. یزید هیچ وقت در حجاز و مدینه و مکه نبوده، این یه نکته مهمیه. خود معاویه هم مدت ها نبوده، یعنی بعد از که فتوحات آغاز شد تقریبا 40 سال تا آخر عمر دیگه تو منطقه حجاز و مکه و مدینه نیست، مثل یک کسی مهاجرت کنه مثلا از ایران بیاد به آمریکا باشه، خیلی متفاوته. بعد نکاتی که داوود یزید میگن تا قبل از اینکه خلافت برسه، این قرمز ها رو من از ویکی‌پدیای فارسی برداشتم
متاسفانه به فارسی ترجمه میکنم، منابع انگلیسی یه نادقتی هایی داره و اینا مهمه. یعنی از مثلا فضایل یا ویژگی های کارنامه سی وی یزید اینو نصف لیست کردن که او در چندین نبرد از فتوحات اسلامی نبردهای پیاپی مسلمانان امپراتوریوم حضور داشت، که این درست نیست، دقیق نیست، ولی یه نکته مهمی توش داره. یزید در محاصره اول قسطنطنیه، این هم باز دقیق نیست و الان میگم این نکته مهمیه، در سالش هم دقیق نیست، ولی در محاصره اول قسطنطنیه پایتخت امپراتوری بیزانس استانبول فعلی هم نوشته حضور داشت. بعد میگه اون چند متر راهی سفر حج شده بود، یک بار امیرالحج شده بود توسط معاویه. ببینید معاویه دنبالش بود که اینو خب به خلافت برسونه، بعد براش یه رزومه درست میکرد، یکی سعی میکرد که بفرستش به فتوحات، یکی هم سعی کرد امیرالحجش کنه. یزید خیلی تو این خطام نبود، اونا رو آشنا هستیم. ببینید حتی انتخاب یزید هم قطعی نبود، چون معاویه مثل این که پسر بزرگتری به اسم عبدالله داشت، اون که قطعی مادرش قریشی بود، یعنی به طور معقول باید اون شاید اگه قرار کسیم جانشین میکرد اون میشد، ولی خب به خاطر نفوذ میسون و خانوادهش که اونا خب فرمانده های لشکرهای معاویه بودن، اونا لابی کردن و یزید شد. این هم تا حدی ممکنه تو بعضی سستی های کوفیان تاثیر داشته باشه، حالا اونم یه بحث دیگه ایه. یه نکته دیگه هم که باز خوبه در نظر داشته باشید، همسر عثمان خلیفه سوم هم در هنگام قتلش باز از همین قبیله بود، نائله، و با اون این جریان ایجاد میکرد که خب هم عثمان داماد این قبیله شده بود، هم معاویه و هم اینا، خب به هر دلایل مختلفی چندان هم قبیله اسلامی نبودن، اصلا نه در سرزمین‌های اسلامی زندگی کرده بودن، در اون اوایل چندان اینسنتیوی به قول معروف نداشتن که حالا خیلی اسلامی باشن. برای این یه نکته اولی که در ذهن داشته باشیم. حالا اون مسئله که گفتم در فتوحات قسطنطنیه، ببینید عملکرد یزید ما خواهیم دید، عملکرد انقدر کارنامش منفیه که خیلی راهی راه در رو نداره، اونو خواهیم دید، به نظرم آشنا هستن، ولی مطمئن این نکته رو همین الان میگم. یک، اونهایی که سعی کردن برای یزید یک کارنامه خوبی درست بکنن، یک حدیثی رو، یعنی سعی کردن یه جوری رفع و رجوع کنن، یزید رو توجیه کنن، بگه حالا اشتباه کرد، خیلی بد نبود. یه حدیثی تو بخاری هست، یه حدیث عجیبی به این بیشتر استناد بعضیشون کردن که خود اهل سنت هم اونو شدیدن نقد کردن، این حدیث اصلا در بین ما شناخته شده نیست. یه حدیث عجیبیه که از زبان یه خانوم نقل میشه به اسم ام حرم که در شهر حمص هست، همین حمص سوریه، بعد میگه که من با پیامبر صحبت کرده بودم، بعد پیامبر گفته بودن که بهشت، بعد این ترجمه یکم بیشتر از عربی داره، یعنی عربی همه اینا واضحا دیده نمیشه، ولی خب خیلی هم پرت نیست، خیلی خود حدیث چیزه، میگه که بهشت نصیب اون اولین دسته از دنبالان فالوورای من میشه، پیامبر اینو میگن بهش نصیب آنان میشه، وعده بهش برای اونایی باشه که یک حمله دریایی اکسپدیشن نیوال انجام بدن. و حالا اینجا خیلی مشخص نمیگه که اون حمله دریایی، نبرد دریایی نسبت به کی باید باشه، ولی قاعدتا امپراتوری بیزانس منظور نظره. بعد جمله دومش که حالا این مهمتر بود در ارتباط یزید، چون یزید تو حمله های دریایی شرکت نداشته، این بوده که و اولین ارتش از میان پیروان من کسی که به شهر سزار حمله کنه گناهانش بخشیده میشه. حالا اولا شهر سزار گفته، خب سزار یا قیصر خب امپراتوری رومه، ولی شهر گفته، یعنی شهر مقصود قسطنطنیه است، مقصود مکان آباده، یعنی اصلا حدیث خیلی جاش مهمه. بعد این زبانی خانومی مطرح میشه و خانوم هم دو بار سوال میکنه آیا منم جزو این دسته، یعنی جزو دسته اون ارتشی که حمله میکنه، جزو اون گروه کشتیایی که یه نیوال اکسپدیشن انجام میده. یه خود سوال عجیبه. بعد رسول الله توی حدیث در قسمت اول گفتن آره هستی، جزو اون کسایی که نیوال اکسپدیشن میرن هستی، ولی جزو دسته دوم نیستی. حالا چرا این مهمه؟ چون ادعای همون جایی که دیدیم در اون ویکی‌پدیا فارسی هم بود، خصوصا اول محاصره اول قسطنطنیه ادعا شده که یزید فرمانده بوده. یعنی اینا با این حدیث میخوان بگن که چون پیامبر میگه اولین ارتشی که از پیروان من سر شهر سزار رو اینوید کنه، حالا واردش بشه، داخلش بشه، جنگ کنه، گبزونه، یعنی حالت نوعی قذبه بکنه، گناهش بخشیده است. اونایی که استدلال میخواستن بکنن، میخواستن با این استدلال کنن گناه یزید بخشیده است. مطابق اهل سنت هم
خیلی حالا متن حدیث هست، تو بخاری هست، از این حدیث های عجیبی که تو بخاری پیدا میشه. اما تو خود کتاب تاریخی، حالا این چند لول داره، تا همین اواخر یکی از ویژگی های عجیبه، حالا من اسلاید میذارم اگه دوستان بخوام ببینن، یکی از ویژگی های عجیب این جنگ های مسلمانان علیه قسطنطنیه اینه که تو اون 700 سالی که از اول اسلام تا 1453 امپراتوری عثمانی قسطنطنیه رو گرفت، سه بار مسلمان ها حمله کردن، مسلمان های حمله درست حسابی به خود قسطنطنیه. حالا نواحی بیزانس که همیشه جنگ بود و معمولا گفته می شده دو بارش دوره معاویه بوده، یه دورش دوره هشام ابن عبدالملک بوده، یکی دیگه از خلفای اموی بوده، هر بار این حملات شکست خورده بوده. و بعد مثلا اینکه یک صحابی معروف مثل ابو ایوب انصاری جزو در جلوی دروازه های استانبول دفن شده، حالا درسته قرن متحد تاریخش همیشه ابهام داشت. حالا توی خود منابع تاریخی اسلامی مثل طبری و حتی حدیثی اهل سنت، سنن ابن داوود میگه نه، فرمانده لشکر یزید نبوده، عبدالرحمن خالد بن ولید بوده، و اگر عبدالرحمن خالد بن ولید فرمانده لشکر باشه بعید یزید شرکت کرده باشه، چون قاعدتا با توجه به پدرش خلیفه است و اینا، این قاعدتا فرمانده لشکر بود میشده، یعنی در اون حالت دست دو نمیذاشتنش. و اتفاقا حالا این عبدالرحمن خالد بن ولید پسر همون خالد بن ولید که تو شهر همس خیلی پاپولار هم هست، و به نظر میاد معاویه اینو مسموم میکنه چون به عنوان رقیبی برای یزید از این میترسید. یعنی تو خود اهل سنت هم اونایی که با یزید رو واقعا گناهکار میدونستن و اون طرف مقابل که میخواسته از این حدیث استفاده کنه و گناه های یزید رو بشوره، به شدت مقابله کردن، و این لحنای خیلی تندی هم داره، حتی الان تو اینترنت هم پیدا میکنید که میگن این حرف شما بی ربطه و چنین حدیثی مثلا با تاریخ نمیخونه. ولی یکی از چیزهای خیلی جالبی که مثلا این متن طبریه، حالا یه وقت نیست، یکی از چیزهای خیلی جالبی که تو همین چند ماه پیش در اومد اینه که اساسا نبرد اول حتی تو دوره معاویه اتفاق نیفتاده. نبرد اول احتمال زیاد دوره عثمان اتفاق افتاده، در واقع وقتی که معاویه فرماندار بوده نه خلیفه، و نبرد خیلی بد از طریق معاویه و فرماندارای دیگه عثمان حمایت شده، بیشتر هم از طرف اون پادگان مصر انجام شده که هم قسمت دریایی داشته و هم قسمت زمینی. نبرد شکست میخوره به نظر فرمانده های نظامی به خاطر خیانت پشت جبهه که معاویه و اون پسرعموی دیگه عثمان ابی سره فرمانده اون وقت خیلی بد حمایت میکنن. و بعد اونا یه نامه ای می نویسن، نامه شکایت آمیز به معاویه نوشته میشه از فردی از قبیله حزل که هنوز هم تو سعودی هستن، و این تاریخش خیلی رکوردش مبهم شده بوده، چون کتاب تاریخی قدیمی بوده، محققای غربی هم 150 سال قبل یه توجه 100 خورده سال قبل توجه کرده بودن. این آقای نتانیل میلر همین ماه مارس این مقاله رو چاپ کرده بود و میگه که منابع غیر اسلامی مثل اربنی واقعا ادعا میکنن که حمله زودتر انجام شده، همون دوران عثمان انجام شده. و بعد این اگر ما این نامه رو بخونیم و شعرها رو بخونیم و اینکه شکست خورده و اساسا سپاهیانی که شکست خوردن مسئولیت شکست یا تقصیر شکست رو بر عهده معاویه انداختن، این نشون میده که چرا این تاریخ دستکاری شده. و اتفاقا ایشون هم در همون خط اول مقاله اشاره میکنه که معروف است که اینجا سال 48 می نویسه نه 54 ویکی‌پدیا، که اولین حمله به بیزانس و شهر قسطنطنیه توسط یزید در سال 48 هجری انجام شده، حالی که حمله اول سال 35 هم شده. خب این حدیثی که میگم مبنای بعضی از این توجیهگری هاست، نه حدیث معقولیه و نه با این شرایط اصلا دیگه دووم میاره، و شاید حدیث واقعی باشه. حالا چون خداوند، یعنی شاید پیامبر، یعنی چون این گروهی که شکست خوردن مخلص بودن نسبتاً، اصحابی درجه اولی هم توشون بوده و بی خود کشته شدن به خاطر خیانت همین فرد معاویه. خب این مرحله اول. حالا مرحله دوم ما یه بررسی خیلی خلاصه ای از حکومت یزید داشته باشیم. خب عزیزان آشنا هستن، برای اینکه دیگه وقت نگیرم، ببینید یزید همون سال اولی که به خیلی برای چما که حکومت رسید درخواست کرد که فرماندار مدینه از امام حسین علیه السلام و عبدالله زبیر و چند نفر دیگه بیعت بگیره، و بعد گفته بود که اگر بیعت کردن کردن، اگر کردن شو بزن سر اونا برای من بفرست.
به ولیعهد قطب فرماندار مدینه نوشته بود. دوست میدونید جریانات دیگه بر حال امام حسین علیه السلام گفتن خصوصی که من نمیتونم بیعت کنم، میخوای عمومی تو مسجد بیعت کنم. تو این فرصت دیگه با عبدالله زبیر از مدینه به مکه رفتن و بعد ما میدونیم جریانات واقعه عاشورا پدید اومد. بعد که جریانات واقعه عاشورا پدید اومد، مردم مدینه شورش کردند. در این یزید سپاهی به فرماندهی مسند بن عقبه فرستاد، خیلی آدم صفاکی بود و اینها مدینه رو محاصره کردند و بعد وارد شهر شدند و تا 3 روز آزاد بودن، هر کاری میخوام کنم آزاد، ببخشید به هر معنی، تجاوز به نواس مسلمانان و احترام مسجد قبر مطهر پیامبر، یعنی اینا هر کاری که بوده انجام دادن. و حالا اعدادی که گفته میشه که دینوری، حالا ممکنه که اغراق باشه، 80 نفر از صحابه که هنوز زنده بودن، خب میدونید بودن 50 سال از رحلت پیامبر گذشته بود، 700 نفر مهاجرین انصار یعنی فرزندان اونها، 10000 نفر از مسلمین کشته شدن. حالا عدد یک کم زیاد باشه، به هر حال نشون میده که چه سبایتی داره و چه نوعی عمل کرده. یعنی این حتی به غیر از واقع عاشورا، این مثل کارنامش هم خیلی منفیه. متاسفانه یا هر داری، بعضی از اهل سنت هم به این تیکه حالا بیشتر تاکید میکنن، نه همه، بعضی این علما عواقصد. و بعد از این جریان دوباره این حالا این مسلم بن عقبه زنده نموند با این گستاخیشه که دو ماه بعدش فوت کرد. یعنی اینجوری هم نمیده. یکی از ویژگی های واقع عاشورا اینه که هر کسی که اون جنایات کرده خیلی عمرش طولانی نداشته، یعنی یا مختار مجازاتشون میکنه یا خودشون به بیماری میمیرن، یعنی تمامی مسببین اصلی در فاصله چند سالی از بین میرن. در حال خداوند هم صبرش در یه مثالی دیگه خیلی صبر طولانی نیست. بعد چیزه بعد دیگه همین لشکر را میندازن میرن به طرف مکه، فرماندارش عوض میشه و شهر رو محاصره میکنن و شروع میکنن به منجنیق بستن شهر رو. حالا عبدالله زبیر اونجا پناه گرفته بوده یا حکومت داشته و اینا، بعد هم کعبه رو آتیش میزنن، هم منجنیق میزنن، هم اینا. ولی تو این وسط خبر میاد که یزید از بین رفته و سپاه می مذاکره میکنه و بعد دیگه بی نتیجه و تو خود دمشق هم چه اختلاف افتاده، اینا برمیگردن و برمیگردن. بعد خود ذهبی که از علمای بزرگ اهل سنتی میده، واقعا میگه این چه حکومتیه، چه خلافتیه که اولش با کشتار شهادت امام حسین اهل بیت شروع میشه، آخرش با منجنیق بستن مکه، وسطش با قتل عام در مدینه. هیچ برکتی در این نیست. حالا ذهبی یکی از خیلی علمای بزرگ اهل سنته. بعد اتفاقا از اونور اونهایی که میخوان واقعا از یزید و لن کنن یا واقعا از عملش اشمعزاز دارن، انزجار دارن، به یه حدیث دیگه ای استناد میکنن که این حدیث جالب میاد و باز حالا کتاب مستند احمد حنبل اومده. و بعد این حدیث اینه که از پیامبر نقل میکنن، این خیلی معقول تره و افرادی هم که توشن معقول ترن و شناخته شده ترن، که پیامبر میگه که اون کسی که مردم مدینه رو، البته الف و لام داره، یعنی یه موقع میتونه بگی مردم کلی شهر، ولی چون الف و لام داره عادتا دیگه مقصود همون یثرب. حالا من نمیخوام بحثای چیز کنم، من اخاف اهل مدینه ظلمن، یعنی اگه کسی مردم مدینه رو، شهر مدینه رو با روی ظلم بترسانه، یعنی باعث همین دقیقا ترورایزشون کنه، خداوند اونو بترسون، اخاف الله، یعنی خداوندم در قلب اون ترور خواهد افکن، خوف و ترس و نگرانی خواهد افکن و خداوند، لعنت خداوند بر او باشه و ملائکه و تمام مردم. و در بعدم اینو چون کامل کردن که نه تنها در این دنیا لعنت و ایناست، از در قیامت هم هیچ چیزی، نه شاهدی، نه چیزی، نه راه چاره‌ای خواهد داشت، نه شفیع، ولا یقبل الله منه یوم القیامه صرفاً ولا عدلاً. برای این حدیث هم هست، یعنی من میبینید که واقعا افرادی هستن خیلی، یعنی پشن اونا هم میبینید که از اینایی که میخوان یه جوری یزید و حالا واشتارتش کنن، یه خودش کانومش رو درست کنن، واقعا عصبانی میشن و این چیزها اشاره میکنن. یعنی یکی نکاتی که با در نظر داشته باشید در کلیتی که بحث میکنیم، مسئله عدالت صحابه است. یه مفهومی که واقعا برای ذهن ما قابل چیز نیست، چون واقعا مفهوم درستی نیست. یزید صحابه نیست، یعنی یه ویژگیش که یزید صحابه نیست، ولی مشکلش با معاویه اینه که معاویه رو صحابه میدونن.
و واقعا این نظریه بین اهل سنت جواب داره. همین آقای یاسر قاضی هم اصلا فکر، یعنی حالا دکترای ییل هم داره و فلان اینا، اصلا فکر نمیکنه که این کامن سنس نیست، اصلا معقول نیست. حالا ما واردش نمیشیم. میگه که عدالت صحابه نظریه اهل سنت برای مبنای عدالت و اهل بهش بودن همه صحابه پیامبر است. بر اساس این نظریه نقد و اعتراض به صحابه جایز نیست. روایت آنان بدون جرح و تعدیل پذیرفته میشود. نه تنها یعنی آدمای خوبیان، حافظه هاشون هم پرفکته، اشتباه نمیکنن. و خود طرف میگه توی بخاری بعد من یادم رفته، عایشه میگه بابا این ابوبره داره اشتباه روایت میکنه، بعد اینا میگن نه اصلا یعنی یه مرحله بالا رفتن دیگه، اصلا هیچ مشکلی ندارم. و بعد حالا آقای یاسر قاضی یکم سافترشو میگه، میگه که ما نمیتونیم اونا رو متهم کنیم که هر یک عملی رو کرده باشن نیتشون خیر نبوده باشه. یعنی اگر اشتباه هم کرده، مثلا معاویه نیتش خیر بوده، به جهت اسلام بوده، ولی پسرش رو گذاشته، فکر میکره پسرش رو بذاره بهتره. و بعد مثلا یه آقای احمد ابن حسین یعقوب میگه که موضوع از عدالت صحابی نیست که دروغ بستن و صحابه و جهرشان جایز نیست، هرچند خطایی مرتکب شده باشن، همه صحابه عادل هستن. ابن عسیر اینو مینویسه و هیچ جهری متوجه آنان نیست. و حتی یکی دیگه خیلی تون رفته، گفته هر کسی که برای که صحابه پیامبر نقصی وارد کند کافر است. بعد حالا صحابه کیه؟ هر کسی که پیامبر رو ملاقات کرده باشه و هنگامی که خودش از دنیا رفته باشه ایمان داشته مسلمان میشه، اونم که فقط به اشد گفتنه، یعنی دیگه هر کاری هم بکنی فاسق میشی در واقع. همه ببینید، یعنی این فریم ورک هست. البته خود آقای یاسر قاضی میگفت خب چون میخواست یزید کاندوم کنه، خب گفت ما هم نسبت به معاویه این چیزو داریم ولی به یزید نداریم، یزید تابعیه. ولی اینو تو بحثی که به اهل سنت میکنید باید تو کانتکست ذهنیمون داشته باشید. خب من یکی دو موردم هست، اولا مستقلا میگم، خیلی سریع میگم. ببینید اینکه یزید واقعا کافر بود، حتی معاویه حداقل ظاهر رو رد میکرد، حرفاش ظاهرا کفرآمیز نبود، خلاف اسلام نبود، ولی یزید چون اساسا درکی از حجاز و اسلام نداشت، یا آقازاده بود که همیشه در ناز و نعمت با قبایل مسیحی هم زندگی کرده بود، اصلا اون عرب ها رو شاید خیلی هم پایین دست میدونست چون جزء سوریه و امپراتوری روم بود. اشعاری میگه در اون لحظه که سر بردی امام حسین علیه السلام و با کاروان و اسرا میارن پلوش و بسیار بیادبانه با اون چوب لب امام حسین علیه السلام میزنه، داره این شعرها رو میخونه که شعرها همش کفرآمیزه. ای کاش بزرگانی از قبیله من که در جنگ بعد کشته شدن هم اکنون بودن و زاری قبیله خزرج را از زدن شمشیرها و نیزها میدیدن. این قصه به ابیات کس دیگه ایه، حالا دیگه من خیلی توضیح نمیدم. در آن هنگام از شدت فرس، سه تاش مال خودش، سه تاش مال اون کس دیگه است ترکیب کرده، این سنت رایجی بوده. در آن هنگام از شدت فرح خوشحالی فریاد میزدن، میگفتن ای یزید دستت درد نکند. یعنی میگه چه کار خوبی کردی که شهدای کربلا و به شهادت رسیدی. ما بزرگان اینها را به جای کشتگانمان در بعد کشتیم که سر به سر شد. میگم من این کربلا انتقام بعد بود، یعنی این هیچ وقت مسلمان نشده. بنی هاشم بعد دیگه با سلطنت حکومت بازی کردن، مگر خبری نیامده بود و وحی نازل نشده بود. لعبد هاشم و الملک و فلا خبر اونجا ولا وحی نزد. بعد میگه اگر من نتوانم از فرزندان احمد انتقام کارهایش را بگیرم، از دودان دودمان من خندق نیست. خب برای این شعرش مشخصه که این فرد واقعا هیچ اعتقادی نداره. این شعر در کتب اهل سنت اومده، قرن سوم اومده، اصلا کتاب بلاغات النساء اومده. حالا من دیگه بحث نمی کنم. یه نکته خیلی جالب دیگه هم اینه، حالا فکرم کسی کمتر شنیده باشه، سکه‌ای که یزید زده. این سکه یه مقاله 1980 چاپ شده، فکر کنم یه سکه فروشی حالا در جنوب عراق یا ایران اینو پیدا کرده و فروخته باشه، فکر میکنم اونجا بود، نمیدونم. ببین این سکه، من چه سری باد برم، سکه های اون دوران، حالا تاریخ سکه های کمی طولانیه، سکه های دوران نقره‌ای هن یا طلا مال امپراتوری روم، نقره مال ساسانیانه. هنوز اون سکه های قدیمی طرح دوره ساسانیان استفاده میشده تا حدودا سال 70 هجری، یعنی حدودا 60 سال بعد از آغاز فتوحات اینا استفاده میشده. بعضا کناره هاشو در حاشیه هاش مطالبی نوشته میشده. در سکه هایی که در نواحی ایران پخش بوده، همین سکه درهم نقره، بعضا به خط پهلوی فارسی میانه، پهلوی باستان می نوشتن که اون هم سکریپتش ادابتد از آرامی بوده. و اینجا یه جمله هایی داریم و خود این سکه یزید یه تفاوت های عجیبی و سکه های قبل بعدش داره که خود اشاره هم خود اصلا نویسنده مقاله میکنه. الان هم اگه برید تو وبسایت اسلامیک اورننس ببینید، نویسنده سنی هستن، اونا هم همین میگن این سکه‌اش خیلی متفاوته. یکی از ویژگی‌هاش اینه که آره ببینید دو تا سکه بالا، این سکه قسمت روه، این قسمت پشت، این فکرم چرخیده، یعنی در مواد دیگه باید
یه 90 درجه بچرخونی که دقیقا پشت بشه، عکس رو به اون صورت گرفتن. نمیدونم، یه شادم این شکلی هست اکچولی، این شد درستشه. کتاب های دیگه معمولا یه میچرخونه، این مقاله اصلیه. ببینید، یکی از ویژگی های این سکه یزید اینه که توش یه جمله هایی رو اسم خسرو حذف نشده، هیچ نشانی از اسلامیت نیست. یعنی تا اون زمان یه سری سکه ها حداقل بسم الله دارن، این اصلا بسم الله هم برداشته، در حالی که بسم الله هم پرسی یعنی به خودی خود به معنای اسلامیت نیست، برای مسیحیت و حتی در یه حالتی برای مشرکین هم قابل قبوله، ولی سکه های قبلی حداقل بسم الله دارن. اگر یک بعضیشون حالا ممکنه چیزای بیشتری هم داشته باشن، خود معاویه مثلا یه سکه زده به زبان فارسی میانه و روش نوشته معاویه امیرالمومنین، یعنی لقب امیرالمومنین زده به فارسی نوشته برای ایرانیا بخونن، چون سکه در نواحی ایرانی پخش میشه. اون بسم الله نداره، اسم خسرو رو حذف نکرده، یعنی یه معناش میتونه باشه که خودش خسروی جدید میخواد اعلام بکنه. سالی که آغاز کرده رو زده سال اول یزید، یعنی در واقع نه هجریه، نه حتی مثل این سکات سال ساسانیه. یعنی ببین، حتی بعد اول انقلاب هم اسکناس های قبل انقلاب تماماتی رایج بود دیگه، این رسم اینا بود که حفظ کنن. این ورشی دستکاری کرده ولی نمیشه سال اول یزید، یعنی احساسی که میکنی هیچ تعلقی به اسلامیت نداره، به یه نوعی میخواد اون امپراتوری ساسانی رو احیا کنه در این سکه، خودش رو خسرو بنامه و تاریخ هم از تاریخ اول خودش بزنه. یعنی مثلا این حالا لغت سنم خب جالبه، چون اولین بار این استفاده کردی که بدن رسم میشه. حالا لغت سنم عربیه ولی محتملا هم هست که در زبانهای فارسی هم بوده. یعنی میخوام بگم حتی سکه زدن این، حالا جملاتش اینجاست من توضیح نمیدم، ولی میگه که ببین همینجا اولش میگه the coin novelty is incontestable، یعنی این اصلا anyone who concerned، بعد میگه که there is no indication of Islamic character. اینا نویسنده مقاله هست، اصلا جمله من نیست. بعد میگه که the name Yazid ought in conformity with the early Islamic practice to replace that of Khosrow on the obverse. اون عوض نکرده، یعنی اصلا همه موارد سکه که زده یه سکه متفاوتی. حالا دیگه اینم یعنی میخوام بگم شما حتی تو این سال 61 یه چیز زده، سال اولشه دیگه، سال اولشه، سال همونست که محسن شهید کرده. در این یه تفکرات گراندیوری داشته، اگه موفقیتی هم میشه مثل مثلا امپراتوری روم و ایران یه سمای دیوین هم یه الوهیت شبه الوهیت هم برای خودش ادام کرد. خب حالا ما بریم سر قسمت اصلی جلسه، حالا من یکمی با سریع تر دارم. ببینید، اهل سنت نسبت به یزید پنج گروهن، اینها به این صورتن، همشون قتل امام حسین رو محکوم میکنن، همشون رو کار زشتی میدونن، همشون هم گناه میدونن و تقریبا هم الان هم همشون میگن اون کسی که کشته امام حسینو و قاتل اصلیش نیست مستقلنه، ولی مهم اینه که مسئولیت رو به گردن که میندازن. اگه واقعا معتقد باشن مسئولیت 100% برای یزیده، اونو 100% لعن میکنن. اگه واقعا معتقد باشن که نه یزید نخواسته بکشن عبیدالله سر خود این کار کرد، عبیدالله لعن میکنن. اگه نباشه اون، اونایی که خب به هر حال اونی که ببخشی سر امام حسین جدا کرد در قتلگاه و کشتن، این چارتای آخر بودن، حالا افرادی مثل اینا بودن، شمر و هرمله و مثلا خودی و شبسم نرم، اینا بودن، حالا اونا بودن که تو قتلگاه میکشتن. عمر صد یه دستور داد، یعنی یه هایرارکی وجود داره. خب اللحاظ حقوقی، اللحاظ واقعی، اونی که بالاست مسئوله، اون سربازی که حالا درسته اونا واقعا سبایت و شمر هم واقعا شاید با جدا میکردیم از اون سه نفر دیگه، چون شمر خودش قصیتر و وحشتناکتر از همه بود. متهم مشکل اهل سنتی، اونایی که یه گروه میبینیم، اونایی که میخوان در لول چهارم نگه دارن مسئولیتو و اونجا یزید آب به قول انگلیسی آف ده هوک کنن، یعنی از مخمسه نجات بدن و بگن تقصیر یزید نیست. و این استراتژی که تقریبا ابن تیمیه استفاده کرده و ما حالا یعنی ببینید الان ما مطلبی که بحث میکنیم به خاطر گسترش وهابیت و سلفی و پول سعودی و اینا، این خط حنبلی وهابی سلفی مهمتره، یعنی بیشتر بحثایی که میکنیم اسکالرهای حنبلی هست. وضعیت در جاهای دیگه کمی متفاوت تر یا قدیم تر، درصد این گروه هایی که ما رو ذکر میکنیم متفاوت بود، ولی الان حالا میبینید یه کرو بلی وجود داره، بل کروی وجود داره، همون حالت کرو که دوتا اکستریمش کمتره و اون وسط جمعیتش بیشتره. یه تمایل هم میگن کانورجنس تو مین هم هست، یعنی یه تمایل هم مثلا آقای یاسر قاضی داشت که همه رو بکشن تو اون وسط، چون خودش وسطه، یعنی بعضی دیدگاه ها که حتی به نظر من تندتر بود و می آورد این ور و
بعد خودش هم اون نمیخواد، یعنی نمیخواد حالا یه دیدگاهی باشه که طرفدار یزید باشه، دو تا دیدگاه استریم رو دوست نداره، یواشاش دوست داره بیشتر علما تو وسط متمرکز شن. حالا من میگه سعی کنم که 10 دقیقه دیگه این تموم کنم. ببینیم پنج گروه طیف تقریبا پیوسته ای را از این سر تا اون سر تشکیل میدن. حالا خودش گفته از راست تا چپ، ما میتونیم حالا کدوم راست کدوم چپ خیلی مهم نیست. بعضا یک کمی تمایز بین دو تا گروه های مجاور خیلی ظریفه، حالا من اینو توضیح میدم. ولی از اون بالاتر، یعنی مثلا ببینید رنگ قرمز و با سبز خیلی راحت میشه تشخیص داد، ولی شیدای قرمز و نارنجی بعضا با هم کنه قاطی شن، یا حالا مثلا صورتی و چیز یک کمی نزدیکن. یکی اما از اون بالاتر این که واقعا کدوم عالم اهل سنت به کدوم گروه تعلق داره. مثلا ایشون بعضی وقت اصرار دارن نه مثلا این مال این گروهه، ولی واقعا این نظرش اون وره. یکی از اینایی که هست تیمیه رو وسط گذاشتم، ولی واقعا عملکرد تیمیه رو ببینید، واقعا تیمیه یکی از اونایی که به نظر من در قلبش شاد خوب به یزید هم هست. حالا یه خودش مضافه گیری رو جدی نگه. حالا این که کدام عالم اهل سنت به کدوم گروه متعلقه ممکنه کاملا واضح نباشه و موضوع اختلافی باشه. اول ایشون توضیح میدن که آره، حالا میگن که مثلا برای ما این که یزید وضعیتش چیه اینا خیلی مسئله کلیدی نیست، مسئله تاریخیه. حالا ما مثلا طیفی داریم اهل سنت متفاوت به این قضیه نگاه میکنن، از اهل سنت بودنش خارج نمیکنن. خب برای تشیع مهمه، این یکی از چیزهای تعریف کننده تشیع، ولی ببینید برای اهل سنت هم عملا اینجور نیست. حالا من جزئیات رو نمیتونم خیلی بحث کنم. یک گروه اولی که معتقدن یزید کافر بوده و اصلا مسلمان نبوده، مثلا اون جملاتی که نشون دادم، اون شعرهایی که خون، اون سکه‌ای که ضرب کرد و مسائل دیگه و نوعی که عمل کرد اینجوره، اینا معتقد بودن که دستور قتل این داده بوده، مسئولیت 100% هم برای اونه. این گروه اول یزید رو تکفیر میکنن، لغت تکنیکال اکسکامینیکیت. خب متعلقات گروهی اقلیتی هستن، یعنی بین علمای اهل سنت. مسعودی تاریخ نویس بزرگ این گونه است، اون مسعودی میگه که این یزید عملکردی که یزید به مردم خودش داشت از فرعون نصف مردم خودش بدتر بود، یعنی در واقع میگه سیره او همانند فرعون بلکه بدتر از فرعون بود. خب مشخصا کسی رو با فرعون مقایسه کنی در واقع خیلی چیز نیست، خیلی خوب نیست. البته اینا بعضی میگن مسعودی ممکنه شیعه بوده باشه، ولی مسعودی خیلی تاریخدان و عالم خیلی بزرگیه، خیلی راحت هم نمیخوان از جرگ اهل سنت خارجش کنن، چه دستش بدن به کالم شیعه بزنن خوب نیست. ولی مسئولی صریحا گفته. یه عمد عقیل حنبلی هست که اینم من نمت جملهش رو پیدا نکردم، ولی به هر حال اشاره شد که اینم واقعا یزید کافر میدونسته. ببینید کافر بودن یه تقسیم مهمیه، این کافر این اونجا خیلی از وقتی خوارج شروع کردن تو از دین خارج شدی بیا توبه کن و اگه توبه نکنی میکشیم اینا، این مسئله که عین بزنن کافری از دین خارج شدی خیلی مسئله مهمی میشه. حالا یه بحث اصلا یه بحث کلامیه، کی جزء دینه کی از دین رفته بیرون، این بحث چیزیه. به طور کلی خیلی راحت نمیشه افراد کافر خوند. ببینید یعنی تکنیکی اگه شهادت اینو گفته باشید مسلمان حساب میشین، هرچند که عامل نباشید فاسقید. ولی یزید یه ویژگی‌های خاصی داشت که جملاتی گفت، نحوه عمل کرد و اینا، که این مسئله رو مطرح میکنه. بعد ببینید تو این بحثا ببینید اهل سنت کلن، حالا اینو تو شاید مرحله بعد بگم. پس این کتاب بعد شاید جالب ترین فرد آقای آلوسی باشن که خیلی فرد موثریه، خیلی هم شناخته است، فقیه شافعیه، شاید به خاطری که در عراق بوده تحت تاثیر تشیع بوده. این میگه که قطعا این فرد کافره، میگه که آقا اگه من به شما قرآن بدم و شما قرآن رو محکم بزنی بیادبان زمین، آیا من شما رو میتونم مسلمان حساب کنم؟ یعنی شما آگاهانه قرآن بزنید. خب میگه کسی که نوه پیامبر فرزند پیامبر رو اینگونه بکشه چجوری ما میتونیم مسلمان حسابش کنیم؟ برای آیه آلوسی هم فتوا به کفر یزید میده. وقتی فتوا به کفر یزید میده که مسئله لعن خیلی مسئله نیست، یعنی صریحا آلوسی کافره، یزید رو کافر میخونه و دیگه لعن هم واقعا پشتش میاد. ببینید همین نکته رو شاید بگم، برای اهل سنت به نظر میاد یه باور ایجاد شده که یا دارن پخشش میکنن که شما مسلمون رو نباید لعن کنید. البته اینا بعضی وقت میکنن همین مباهله، جدیدن همین داعشی ها دو گروه شما هم یا اون یکی ها که سوریه بودن مباهله کرده بودن، مباهله هم ملاعنه است دیگه عملا، یعنی شما لعن میکنید، دعا میکنید لعن خداوند بر اون بیاد. یعنی این سنتی که من بین شیعان نشیدم از قرن 4 و 5 حالا شاد هست، ولی اینا هنوز ادامهش میدن. متا ادعا اینه که برای مسلمان نباید بکنی، اما مواردی اکسپشن بعضی علما قائل شدن که فرد کافر ندوستن لعن کردن، یکی موارد یزیده.
یعنی یکی از این نوانس هایی که بین گروه بندی ها وجود داره، گروه اول یزید کافر میدونه و طبیعتا هم لعن میکنه، گروه دوم کافر رو نمیدونه ولی لعن میکنه، و بعد گروه سوم اینه که حالا میبینیم که لعن نمیکنه ولی سرزنش و نکوهش شدید میکنه. خب از این سریعتر میریم، حالا من دیگه آلوسی رو بحث نمی کنم. مثلا جملاتی که آلوسی داره بعضاً شبیه دعایی که جملاتی که ما در دعای زیارت عاشورا داریمه، یعنی نه تنها یزید، ابن زیاد، ابن سعد، همه اونهایی که کمک کردن، میگه very may God's curse be upon all of them، اونایی که their friends، their supporters، یعنی زیارت عاشورا داریم، اونایی که نقاب زدن، اونایی که عصب شدن، their group، و خیلی دیگاش به دیگاشی نزدیکه. و من این گروه اول. گروه دوم گروهی هستن که یزید و مسلمان و فاسق و پلیدی میدونن و باید لعن بشه. این گروه بزرگتر از گروه اولن، هنوز مسلمان میدوننش، حداقل از تکنیکالی اون جملات توجه نمی کنن، ولی میگن دیگه انقدر کاراش بد بوده که حالا تنها مثلا عاشورا نیست، این شایسته لعنه. خود ابن حجر که یکی از علمای معروف اهل سنت اینا رو لیست میکنه، احمد حنبل که خیلی صحبت کردیم، ابن جوزی، پسر سیوطی، اینا همه خیلی معروفن، طفتازانی، آلوسی رو اینجا میذاره، ولی خب آلوسی لعن میکنه ولی آلوسی کافر هم میدونه، ما بحث کردیم. و حالا افراد دیگه که حالا اینجا هستن، ببینید گفتم اینا معتقدن لعن مسلمان جایز نیست، فقط لعن کفار جایزه. اینم جا انداختن. حالا میگم بعدم یه دلیلی که اونایی که میگن لعن نکنی، میگن خب یزید مسلمان بوده لعنش نکنیم، البته اینا میگن هنوز مسلمان بوده ولی شایسته لعنه. حالا دلیلش هم باز میبینیم. بعد نصر من ابن جوزی میبینیمش بعدنم جزوه این نوشت که به جهت اثبات این که باید یزید رو لعن کرد، طفتازانی لعن یزید رو جز عقاید اهل سنت قرار داد. من معتقدم طفتازانی اصلا متعلق به گروه اوله، این آقای چیز یاسر قاضی رو گوشه گروه دوم، ولی وقتی جمله شونینی اصلا گروه اوله، به کفر یزید هم معتقده. حالا میبینیم آقایی هست به اسم، اینا میگن الکیا حراسی، ولی کیاش فارسیه چون اهل خراسان و تبرستان اینا بوده، حراسیش نمیدونم، همون حالا الکیا حراسی با تشدید میکنن، عالم بزرگ شافعی که لعن یزید رو واجب میدونست. من این حراسی یه ویژگی های جالبی داره، هم کلاس غزالیه، شاگرد خیلی خوب امام الحرمین عطا ملک جوینیه، چون نظر غزالی نظر خاصیه. بعد ببینید غزالی مخالف لعن یزید بود، یک مشهورتری آدمی که مخالف لعن یزید غزالیه، و بعد این هم کلاس غزالیه ولی این واجب میدونه، و بعد مشهور بوده، حالا همون هم تو نظامیه درس میداده، شاگرد دوم همون امام الحرمین بوده، اینا تو هم رقیب بودن احتمالا. و بعد میگن که از ویژگی‌هاش که همون موقع شناخته شده بوده، محبت اهل بیت و گفتیم واجب کرده بود لعن یزیدو. خب این مثلا طفتازانی وقتی میخونید خیلی صریح میگه که آقا بعضی ها حرف نمیزنن، بعضی ها اختلاف نظر دارن، ولی میگه که آقا این یزید کسی بود که به قتل امام حسین راضی بود، شادی و قتل امام حسین و اهانت کردن و اهل بیت رسول خدا از مطالبی است که بنده تواتر معنوی رسیده، اگر چه جزئیاتش مثلا خبر واحده، ولی همه رو که با هم بگیری این وضعیتی که یزید داشت خبر تواتره. و بعد میگه که میگه من در مورد یزید سکوت نمیکنم، بلکه حتی در کافر یا مؤمن بودن اونم شک نداریم، حتی هنوز صریح نمیگه کافره، اینا به همین بهانه میگن، ولی خب داره میگه من در کافر یا مؤمن بودن اون شک ندارم، با جمله قبلیش میدونه که یعنی کافر میدونمش دیگه، یعنی طفتازانی هم متعلق به گروه اوله. بعد حالا یه داستان خیلی معروفی را از احمد حنبل نقل میکنن که این مبنای خصوصا تو همین حنابله و بقیه مبنای لعن یزیده، و به یه آیه قرآن هم استناد میشه و همین داریم، من اینم سریع میگم. ببینید احمد حنبل یه روز داشت با پسرش صحبت میکرد، البته یه خود داستانم قبلش داره که حالا چیز نیست، بعد پسرش اول از احمد حنبلی که سوال میکنه چه یزید، پاسخش هم خلاصه است، میگه که اون هر کاری خواست کرد، ببخشید تمام، گفت هر غلطی هر گناهی بود این کرد، یعنی اول اینجوری جواب داده بود، بعد گفتم کنایه از بزرگترین گناهانه و یک حتی ذکر آنها هم قبیح است، یعنی میگه آقا این حتی حدی نداشت دیگه، هر گناهی بود اصلا دیگه حدی نداشت. خب واقعا کسی که حدی نداره ایمان هم نداره، یه حدیث هست که کسی که شرم نداره ایمان نداره، الان جامعه ما داره به این مراحل میره، هیچ چیزی بد نیست. بعد خب پسرش پرسید که پس اما بعضی ما رو متهم میکنن یا منسوب محبت به یزید میکنن، بعد خود احمد همه میگه پسرم چطور ما میتونیم کسی رو دوست داشته باشه که نه ایمان به خدا داشت نه آخرت. بعد پسرش گفت چرا ما اون رو لعن نمیکنیم؟
بعد میگه که خب میگه چطور کسی که خداوند اون رو در قرآن لعن کرده لعن نکنم، یعنی من لعن میکنم، بعد گفته تو قرآن لعن شده. بعد این جالبش اینه که آیه ای که استناد میکنن جالبه، یعنی آدم اول که میخونه خوش متوجه نشه، ولی خب این تاثیر داره. میگه فلسیت من ان تولیت من تفسد فی الاس و تقطع ارحامکم اولئک الذین لعلم الله فسمهم و هم افسارهم. میگه که اگه به شما قدرت بدیم و سلطه یعنی حکومت اتوریتی دست پیدا کنید، در زمین فتنه و فساد میکنید و پیوند با خویشاوندانتون را میگسلید. این دقیقا همینجوری، یعنی حداقل این برداشتی که اهل سنت و خیلی عرب هم داشتن که با کشتن اهل بیت بنی امیه پیوند خویشاوندی با بنی هاشم که از قریش بودن رو گسستن. وقتی اینجا خداوند مستقیما این فرد رو لعنت کرده، یعنی اینها این آیه دعای قرآن رو که در سوره حضرت محمد هست، سوره 47 رو به مصداقش رو یزید دونستن. بعد خب اینم من سریع‌تر سعی می‌کنم تموم کنم. ببینید حتی جلال الدین سیوطی هست که خیلی مشهوره، بعد اونم صریحا لعن میکنه، میگه که می الله لعنه بی upon the person who killed راجب امام حسین صحبت میکنن who killed you also ابن زیاد و ابن یزید، یعنی اول اون قاتل توی گودال قتلگاه رو لعن میکنه و بعد میره ابن زیاد و بعد میره آخر یزید. حالا خیلی سیوطی خیلی نکات بیشتری داره. ببینید گروه سومی پیش میاد که این گروه بزرگترینن. آقای یاسر قاضی فکر میکنه که اینا اکثریت اهل سنتن. اینا خیلی مؤثرن چون اینا در یه دوره خاصی که مثلا اینا دوره تشیع، ما الان بیشتر مدیون تشیع هستیم، کار علمایی است که دوره صفوی انجام شد. درسته علما قبلش بود، قرون اولیه بود، شیخ مفید، شیخ طوسی، کلینی اینا، ولی خب ما برای خیلی تحت تاثیر کارهای دوران صفوی هستیم. یه دوره‌ای در دوره مملوکی ها و بعدش در مصر و همون نواحی دمشق شام و اینا واقعا علمای درجه اولی پدید اومد، خیلی کارهای کتابای بزرگی نوشتن تو ادبیات و تاریخ و اینا، حدیث رو بالا پایین کردن، اینا خیلی هم شاگرد هم دیگن، خیلی هم رو هم تاثیر گذاشت. مثلا ابن عساکر کتاب تاریخ دمشق 80 جلده، مثلا ابن عسیر، ذهبی، ابن کثیر، اینا همه اونجا هستن. اینا تقریبا همه رو هم دیگه تاثیر گذاشتن، همه یه دست نیستن. یعنی اینا حرف اصلیشون اینه که میگن که آقا ما یزید رو لعن نمی کنیم چون مسلمان رو نبردن، کسی که کلمه شهادت گفته لعن نباید بکنیم. حالا میگیم بابا این کلمات چه کسی شهادت نمیخونه، ولی من رو هم نکوهش میکنیم، ایجوی میکنیم. ولی ببینیم دو گروه میشن، یعنی بین اینا بعضی‌ها واقعا شدیداً منتقدن. همین مثلا ذهبی گفته بود که آقا این چه سلطنت خلافتی که اول شهادت امام حسین آخرش منجنیق بستن مکه و وسطش هم قتل عام مدینه است، ولی باز گفت لعن نکن. ولی این وسط یه آدمی هست به اسم یعنی ابن تیمیه است که واقعا یه موازه خیلی چیزی داره، جای بررسیش امشب نیست، ولی من باید یه اشاره کوتاهی بکنم. بعد یعنی این گروه با اینکه گروه بزرگترینه کاملا یه دست هم نیستن، خیلی اکثریتشون باز به طرف گروه دوم نزدیکترن، غیر از ابن تیمیه که واقعا به گروه های 4 و 5 نزدیکتره. حالا اگر نگه مثلا گروه 5 واقعا ببینید یه گروه چهارمه که اشاره هم کردیم که غزالیه معروف ترینشه و امام نووی. این امام نووی یک 40 حدیث داره که خیلی خونه‌های اهل سنت معروفه، همونا که مسلمان میشن اولی چیزی که میخرن همون انگلیسی بهشون میدن. این 40 آرادم واقعا 40 تا سی بیشتر من ندیدم. اینا میگن سکوت میکنن، میگن ما دعوت یزید لعن کردن ممنوعه، ما نمیدونیم، شاید توبه کرده باشه یزید، ما نمیدونیم جریان چیه، قضیه پیچیده است. حالا میبینم استدلالشون رو بسری نشون میدم. نه لعن نمیکنین، حتی نقد و سرزنش و نکوش هم نباید بکنیم گذشته و اینا، مثلا مال گذشته است دیگه، ما نقد نمی کنیم چون خلیفه بوده و فلان بوده. خب این نظری واقعا موضوعش عجیبه، واقعا عجیبه. فکر کنم در یه ضدیت ضد شیعی با اسماعیلی ها به این حد اکستریم رسیده. بعد یه گروه پنجم هم هستن که خیلی خیلی اقلیتن، یعنی این دو گروه هم اقلیتن واقعا، نسبت دومه طرف مثلا سمت چپ این کرو گاوسی بل کرو هستن. گروه پنجم میگن یزید بیگناه، یا به این معنا میگن که اشتباهاتی کرده ولی شخصیتش مثبت بوده دیگه. واقعا این یه افراد خیلی محدودی فقط قرن 4 و 5 من که یه عبدالمغیث حربی که حتی کتاب فضائل یزید ابن معاویه رو نوشته بود که ابن جوزی که عالم حنبلیه خیلی شدید، حالا اینجا اسمش بود خیلی ابن جوزی حنبلی، خیلی شدید یه رساله‌ای می‌نویسه در وجوب لعن استدلال می‌کنه. ببین من اینو سریع فکرم یه دقیقه دیگه تموم می‌کنم. ببین معنا، ببینید اسمش، من معتقدم گروه 4 و 5 خیلی راحت تفکیک نمی‌شن. ابن تیمیه هم واقعا باید اینجا گذاشت،
نه اونجوری که آقای یاسر قاضی گشت سوم. و این آقای نبیل حسین یه مقاله داره تازه در اومده، اگه سرچ کنید ابن تیمیه حسین علی تو دانشگاه لایدن گذاشتن، انگلیسیه، یه خود مقاله آکادمیکه ولی به نظر واقع بیناتر از اون چیزی که آقای یاسر قاضی داره میگه. ولی الان شما چند تا اس داری، یکی غزالیه، یکی عبدالمغیث حربیه، یه عبدالغنی مقدسی، اینا معروفه، مقدسی معروفه، حالا این مغیث حربی که فضالی یزید مشهور خیلی معروف نیست، خیلی هم عدد نبود، یکی ابن الصلاحه و این هم خود ابن تیمیه است. ببینید ابن صلاح گفته بود که این در واقع همون اصطلاحی که ابن تیمیه استفاده میکنه، میگه که عبیدالله بود که کشته امام حسین رو، بعد عبیدالله اگه گناهی هست گردن عبیدالله است. غزالی و ابن صلاح میگن اصلا یزید، این که یزید دستور داده بود که امام حسین به قتل برسه هیچ حدیث درستی رو تایید نمیکنه. ابن صلاح هم میگه که حالا حتی اگر یزید دستور قتل امام حسین داده باشه که اوییدنس یعنی خیلی زیاده، اینا دارن واقعا نامنصفانه حرف میزنن، یعنی خود اهل سنت هم میگه بابا اینجاست، ولی میگه که ما نشدیم که لند کنیم، حالا اینو بی خود میگن. بعد عبدالغنی مقدسی هم این دیگه، این واقعا عبدالغنی مقدسی و شاگردش واقعا خیلی استادش خیلی پرتن، این میگه که یکی هم feeling love for یزید، یکی سم یزید و حب یزید توش پیدا شد، هیچ اشکالی نداره. این الان واقعا به نظرم وجود نداره، یعنی خیلی کم هم. نمیدونم حالا شاید توی سلفیت وقتی زنده شدن. ببین مشکل سلفیت بازگشت به اسلام امویه، اسلامی که یا عثمانیه یا طبعا ناسبیه که همین 100 ساله زنده شده بعد از وهابیت نبود. بعد میگه that Muslims were free to venerate and love Yazid if they so desired. By contrast it was unlawful to attack his character or condemn him. یعنی شما میتونی یزید دوست داشته باشی ولی نباید، اگر اونو بکنی اشکال نداره، ولی اگر یزیدو کریتیسایز کنی، نقد کنی، نکوهش کنی، سرزنش کنی، لعن کنی، نه اون درست نیست. بعد عبدالغنی معلمی عبدالغنی هم گفتیم عبدالمغیث حربیه که کتاب نوشته بود که در فضائل یزید که ابن جوزی شدیداً جوابش داده بود، همین چیزی که آقای نبی صالح میگه، اگرچه عبدالمغیث اعلام کرده بود لعن یزید ممنوعه، جوزی تقریبا واجب دونسته بود لعن یزید. یعنی ببینید این طیف وجود داره. ببینید من در مورد دیگه چه میخوام تموم کنم. ببینید ابن تیمیه، این مشکل ابن تیمیه است، بعدا با دیگه سر فرصت نگاه کرد. ابن تیمیه سعی میکنه یزید رو یه خورده بالا، اینو گفتم آفت هوک کنه، یه خورده گناهاش رو کم کنه، دو تا استراتژی به کار میاره. یکی میگه که شاید توبه کرده باشه، ما که نمیدونیم توبه نکرده. حالا همه میگن بابا عملاش رو نگاه کن، روز اول، سال اول تا روز آخر داره اینجوری زندگی میکنه، زندگی شخصی شرابخوری و اون همه کاراش هم که هست هیچ وقت عوض نشد. دوما این که اساسا ابن تیمیه دستور به قتل امام حسین نداده بود، یک چیز یزید، ابن تیمیه میگه یزید دستور به قتل امام حسین نداده بود و راضی هم نبود. وقت اینجا خب علمای اهل سنت هم تمام منابع تاریخی، تمام جملاتی خود یزید فرستاده بود، همون اول گفته بود که آقا یا با من بیعت میکنه سرشو بیارید، جواب دادن. یعنی استراتژی اینه که خود اهل سنتی که واقعا با نظر ابن تیمیه موافق نیستن، این دوتا مورد رو سعی کردن جواب بدن. خیلی زیاد هستن، من فقط دوتاشو میخونم. ببینید یکی شبرابی فقهای بزرگ اهل سنت میگه هیچ عاقلی شک نمیکنه یزید بن معاویه قاتل امام حسین بوده است، چون کسی که عبدالله زیاده وار کنه امام حسین را بکشه یزید بن معاویه بود. حتی یه حدیث داره که خود عبیدالله از یزید شاکیه، چون یه بار کشته بود و یزید دستوری که داده گفته من دیگه حاضر نیستم، یه جنایت به خاطر کردم، حاضر نیستم جنایت دومو بکنم. حالا اونو من مطمئن نیستم درسته. شاه عبدالعزیز دهلوی میگه که شهادت امام حسین علیه السلام به دست شجاعتمندان شام و عراق به دستور یزید صورت گرفت. بنابراین این نویسنده هم که تمام مقاله که من گفتم میگه با توجه به سخنان علما و بزرگان اهل سنت مشخص میشه که سخن ابن تیمیه نادرست و کذب است، نه توبه کرده، نه اینکه نه دستورش نداده و نه اینکه اساسا چیز بوده، زیرا یزید نه تنها به کشتن امام حسین راضی بود بلکه دستور صریح داد که امام را به شهادت برسانند، از این جهت مستاب ظلم آل محمد است و لعن بر او جایز است. من با این آیه تموم میکنم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه فادخل لی فی عبادی وادخلی جنتی. خیلی ممنون از صبرتون و یه صلواتی خواهم. آفرات، خیلی ممنون خانم دکتر قدوسی، خیلی استفاده کردیم و ما با اجازه میتونیم فرصت پرسش پاسخ برای دوستان برای یک پرسش و تخت دیگه موکون بکنیم. با اجازه یه اجازه بدیم ممکن از نظر مرخص بشیم به خاطر جمعیت و بعد شهزاداری در شروع میشه. خلاصه
توی بخش پرسی پاسخ داشته باشیم. حتما انشالله بحث مفید رو پی خواهیم گرفت باشیم. از طرف خودم همه عزیزان در سالن و دوستان آنلاین تشکر داریم از شما. خدا نگهدارتون باشه. من با اجازه میتینگ آنلاین رو قطع می‌کنم برای همه دوستان. خدا نگهدارتون.